گاهی اوقات بین بودن و نبودن فقط چند ثانیه فاصله است، چند ثانیه که میتونه سرنوشت ما رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کنه. همه چیز به انتخاب ما بستگی داره. در ظهر روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1392 هر کدوم از ما به نحوی سرگرم کاری بودیم و احتمالاً اون روز برامون فرقی با روزه تکراری دیگه نداشت، اما در گوشه ای از شهر اتفاقی در حال رخ دادن بود که برای چند خانواده بحث مرگ و زندگی به حساب می‌آمد. حادثه‌ای که بعد از لحظاتی به سرخط خبرها تبدیل شد. آتش سوزی در طبقه دهم یه ساختمان 10 طبقه در شهرک شهید باقری. مأموریت اطفاء حریق به ایستگاه 68 آتش نشانی تهران به فرماندهی امید عباسی واگذار شد. تیم آتش نشانی که به محل حادثه رسید، مردم داشتن راجع به یه چیز صحبت می‌کردن، درباره ریحانه، دختر بچه‌ای که تو طبقه دهم گیر افتاده بود. اعضای تیم وارد ساختمون شدند. به دلیل حرارت و تجمع دود، بالا رفتن از طبقات کار طاقت فرسایی بود. امید عباسی با ماسکی که رو صورتش داشت خودشو به واحد طبقه آخر رسون تا بچه رو نجات بده. ریحانه رو در حالی پیدا کرد که دختر به خاطر حجم دود ناشی از آتش سوزی به سختی میتونست نفس بکشه. لحظه ی انتخاب امید فرا رسیده بود. دیدم که امید از داخل آتش داره میاد، یه بچه تو بغلش بود به این صورت که فیس خودش و ماسک خودش رو گذاشته بود روی صورتش. فشار و اون آسیبایی که داشت به بدنش وارد میشد داشت قدرتش رو کمتر میکرد. نمیدونم نشست یا دیگه توانایی کنترل اعضاش رو نداشت، ولی افتاد رو زانو. بعد سریع فیسمو درآوردم رو صورتم، گذاشتم رو صورتش، میدونستم خیلی حالش بده. اصلا وقتی برگشتم دیدم که آقای عباسی متاسفانه افتاده تو پایه. من نبضشو گرفتم، دیدم آقای عباسی کلن خیلی نبضشون ضعیف. با همکارایی که سر یه میز داری غذا میخوری، داری باشون ورزش میکنی، داری به حرفاشون گوش میدی، داری باشون میخندی، داری باشون زندگی میکنی، یه زنگ حریق میخوره، یه صدای آژیر و جای خالیشون. امید بین بودن و نبودن دومی رو انتخاب کرد تا امید ریحانه برای ادامه زندگی از بین نره.